آقا چند وقت پیش سوال پرسیدم تو اینستاگرام، هم گفتم به نظرتون این ساشا پویان چاغال هر کسی که چه دیدن تو یه خونه خودش حبس کرده، یه دکتر گذاشته کنار خودش میگه مساعدی شرط بندی دارم، به نظرتون پول داره؟ You looking at another like $250,000. All this shit I wear is like $300,000, $400,000, $500,000, $600,000. No play, no games. This AP right here is valued over $1,000,000. I had to get this from a dude who had to go to auction for this, and this right here. This ring right here, $500,000. خدا وکیل چی میزان از پول مد نظرت دونه که به اینا میگیم پولدار؟ Look at that. Look at that. Because this is right here, this is my mother house right here. My mother house right this long, right here. This is my auntie house right here. And this right here, my house right here. Let me cover that up. That's the 20s right there. Let me cover the 20s up. That's a stash, nigga. نگاه ما میگم قبول همه یه پولشون از راه قماره، ولی هیچ کس نمیگه شغل ثابت ما قماره، یعنی کار خوب و بدیش ندارم. تو سطح جهان هم که نگاه میکنیم مثلا نفر اول دوم سوم کسایی که بیشترین پول از راه قمار در آوردن، نفر اول پروفسور ریاضیه، نفر دوم درس خونده حقوقه، نفر سوم استاد دانشگاه تو رشته فیزیکه. خدا وکیل به اینا یه دو تا بگی قش نکنن تشنج رو میکنن. What number comes between 2 and 4 Beetlejuice? 25. به نظر ما تمام دارایی که اینا میتونن در موردش صحبت بکنن صفحه اینستاگرامشونه و تمام عکسایی که میذارن. نگاه دو مورد برای این که بگم ما پولداری بیشتر ندارن، یکی این دختراست و یکی ماشینه. دخترها که سلطان ارزون ترین چیزی که تو کشوری که الان لوکیشن میزنن پیدا میشه همین دختره دیگه، یعنی دختر گرونتره یا یک ساعت رولکس، دختر گرونتره یا یک انگشتر جواهر، دختر برای یه شب دیگه. بعد تازه الان یه نکته رو میخوام بگم سلطان، اینا حتی بهشون نمیتونن دست بزنن. اکثر دخترهای رو که میبینی اینا فقط باشون عکس میگیرن، مثل اینجا مثلا تو ایران هست یه ساختمونی رو میخوای تخریب کنی، زنگ میزنی یه اکیپ میان برات با کلنگ ساختمون رو خراب میکنن. این همونم تو بقیه کشورها زنگ میزنی، اصلا خودمونم داره میگه آقا پروژه عکاسی دارم یه 4-5 تا رو بفرست میخوام عکس بگیرم، سه و سالم میفرستمش خونشون، چون میگم اونقدری پول ندارن که حتی اجازه داشته باشن به اینا دست بزنم. بعد در زمینه ماشین ها سلطان نگاه، تو اوکی تو ماشین داری، ولی یه سوالی، چرا ماشینات همیشه یادم هتل، یادم نمایشگاه ماشینه، یادم خونه مردمه؟ یعنی کاملا مشخصی که رفتی گفتی داداش یه بار جهان خودت بزن ماشین عکس بگیرم یه دور بخورم. اگر در اون میزان پول داشتین که 7-8 تا لامبورگینی با رنگ‌های مختلف رو داشته باشی، خدا وکیل ما نمیشناختیمت، یعنی اصلا چه نیازی بود ما بشناسیمت؟ یعنی به یک سیس مخفیانه زندگی میکردی مثل همه دیگه، مثل هر کسی که پول داره. واقعا هم فکر کردی اینا پول دارن؟ یعنی نکن خوشمزه ترین سیسی که از اینا دیدم بجز سیس ماشین ها، بعد نکن یه چیزی بهتون بگم، هیچ کدوم از ماشینا تو یک لوکیشن نیست. این به منظور پولداری طرف نیست که هیچ وقت یک جا نیست، این به منظور آسوپاسی طرفه که یه مکان ثابت و حداقل نداره عکساشو توش بگیره. هر دفعه یه جاست، هر دفعه عذرخواهی میکنم ببخشید میتونم این دفعه خراب بشم سر شما، ولی خب میگم ما عاشق سیس هواپیما شخصیشونم، این پی جی پرایویت جت هست که سوارش میشن، همه شون دارن دو سه تا عکس ماشون. تو استرس رو تو صورت طرف میبینی، مشخص از دیوارهای فرودگاه اومده بالا بشینه تو هواپیما یه عکس بگیره بره بیرون، چون که چرا هیچ وقت این هواپیماها پرواز نمیکنن؟ از سطح آسمون چرا برامون دو تا عکس نمیذارین؟ تو کیو دیدی با حوله سگخوری از هتل از هواپیما شخصی بیاد پایین؟ خود خلبان داره میگه این اسکولیه، اینو از کجا آوردن؟ خود پویان هم یه سیست مخفی از هواپیما داره، اینم خداست، اینم خدا. کدوم کیو دیدی سوار هواپیما شخصی بشه بعد نگهبان مثلا راننده فرودگاه بیا ازش مثلا فیلم میگیره یا مثلا عکس بگیره؟
سوال اما شخصی شدی سلطان، رفیقتو با خود مثلا نمیری، یکی باهات نیست، خود نیست، یعنی مثلا مهماندار نیست ازت عکس بگیره. نگاه، یه خصوصیات بارزی هم که دارن، وقتی دارن با ماشین عکس میگیرن هیچ وقت تو دوربین نگاه نمی کنن. چون دارن این ور و بر رو نگاه میکنن، اگه طرف صاحبش اومد سری فرار کنن. این ساعت ترین چیزی که میشه فهمید ماشین مال خودشون نیست. دوستان خیلی علاقه دارم مثلا به تایگا، همون دوست عزیز ماکارنا ماکارنای صحبتا و دم بنزانیان، مثلا میگم ما سبک زندگیمون و لایف استایلمون مثلا شبیه ایناست. حالا کسای دیگه هم هستن واسه نمیبرم مثلا، چون بهشون توهین میشه، یعنی به اون تایگا و دن. ولی خب این دوتا رو یه مثال در حد گذری مثلا رد بشیم، در حد همون صفحه اینستاگرام ها میگم همون داراییاشون استفاده میکنم. نکن تو پیج تایگا که میریم همش توی یه خونه است، یعنی خونه مال خودشه، استخره همیشه یکیه، یعنی ساب مهمونی خودشه، اونا مهمونن. البته نه تو مهمونی تایگا شرکت میکنن، نه خدا نکنه. ولی خب تایگا به این معروفه، مثلا خود رپرا میگن موقعی که حتی واسه موزیک ویدیو هم میاد یا مثلا اصلا واسه فان میاد یه جایی، دو اتوبوس باهاش دخترن، ویدیوهاش هست، مثلا کلیپاش هست. ولی سلطان تو خونه تنهاست، میدونی چرا؟ چون خانواده داره، بچه داره، یعنی به اون سطح از دارایی رسیده که خانواده تشکیل داده، نمیتونه تو خونه با اون سطح از دختر باشه. استاد دن هست، دن بنزانیان. یه عکسشو من فقط میارم دوباره همون فقط صحبت میکنم. نگاه، اصلا تو عکس دخترم نیست، هیچ خبری نیست، داره شطرنج بازی میکنه. خب کار پولای رو میز ندارم که از بابای ساشا رو میخره تا هفت جد آبادشو. من بازم میگم باور کنید اینا اگر فقط سمت راست میز دنیو داشتن از نظر مالی نمیشناختیمشون، نبودن، یعنی وجود خارجی نداشتن برای عوام مردم. من روی صحبتم فقط با اون میز شطرنجه، همون میز شطرنج هست، کار پولای روش ندارم. از تمام دارایی ساشا پویان، بابای ساشا، بابای پویان و بابای همشون بیشتره، باور بکنین. یه چیز دیگه هم که آدم واقعا ناراحت میشه اینه که بهشون میگن دزد، خلافکار، این پولا رو مثلا دزدیدن. بابا اسم دزد رو خراب نکنین، دزد برا خودش شرف و شخصیتی داره. جیبرهای متروی دروازه دولت بیشتر از اینا در میارن، جدا بهتون میگم. در زندگی واقعی اینا اون قوطی پپسی هست توی تبلیغ مسی، مثلا واسه پپسی، مسی با قوطی مثلا دار روپایی میزنه، اونا اون قوطی پپسی هن. شما نباید برید دنبال مسی ها، باید برید ببینید کی به مسی پول داده با پپسی روپایی بزنه. گرفتی مطلبو؟ ما خودمون دوز داریم، آقای خاوری یاد نمیاد، بابا 3 میلیارد دلار از طرف زد تو جیبش رفت کانادا. نگاه این سیسه یه پول داره وسط کازینو وایسادم. نگاه میگه مثلا همه کازینو میزتون چند با کازینو صندلیا زیر سیسو، نگاه چه اعتماد به نفسی تو دیدشه. این دزد، آره این درست، اما اینا رو دیگه نمیتونی بگی دزدن. و در کل سرتون رو درد آوردم که اینو بگم، نگاه اگر تو خونه نشستی و سرتو داری میکوبی تو دیوار، جدا داره خیلی بهت بیشتر خوش میگذره تا اینا، خیلی بیشتر داره خوش میگذره. یعنی هر تفریحی که داری میکنی بدون اینا به پات نمیرسن. سه روز یه بار بیدار میشین یه عکسش میگیرن، دوباره با لغت میفرستنش توی خونه دیگه. چرا فکر میکنید اینا مثلا حتی یک اسکناس 100 دلاری میذارن تو دستشون باشه؟ باز میگم اگر بود ما نمیشناختیمش، جدا میگم، چون به همین اسکناس 100 دلاری میچسبید و هیچ وقت نمیومد این حرکاتو انجام بده. میخوای شبیه بشی؟ میشی.